نیروی وارد بر سیم معلق. ببینید بچه‌ها، این داستان معلق بودن از الکتریسیته ساکن با ما هست. کتاب 11 هم تا آخر مغناطیس هم باز با این معلق ها سر و کار داره. معلق بودن یعنی چی؟ یعنی قطعا یک نیروی به اون جسم داره وارد میشه رو به بالا که وزنش رو خنثی کرده. یعنی اگر شما یه جسم جرمدار رو از یک نقطه رها کنی سقوط میکنه به خاطر نیروی جاذبه زمین. حالا اگر رهاش کردی سقوط نکرد معناش چیه؟ معنیش اینه که یه نیرو به بالا بهش وارد شده که اونو خنثی کرده. این قضیه در مورد سیم‌های حامل جریان هم صدق می‌کنه. یعنی شما وقتی یک سیم حامل جریان رو در یک میدان مغناطیسی قرار میدی، اگر نیروی وارد بر سیم رو به بالا بشه میتونه وزنش رو خنثی کنه و اون سیم به حالت معلق در بیاد. من می‌خوام چند تا مثال ساده تو این قسمت براتون حل کنم. دقت کنید. جهت میدان 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 تسلا رو به شمال است. از یک سیم راست افقی جریان 20 آمپر در جهت مشرق می‌گذرد. بر قسمتی از این سیم به طول دم چند نیوتن نیرو و در چه جهتی وارد می‌شود؟ ببینید بچه‌ها، قبل از اینکه من به تعادل‌ها برسم، می‌خوام یه بار یه سوال از قبل حل کنم که یادآوری بشه. ببینید، جهت شمال یعنی در اون سو قرارداد کرده بودیم. جهت مشرق هم که به سمت راست. پس اگه بخوام شکلش رو بکشم، میدان مغناطیسی گفته به سمت شمال در اون سوه، سیم حامل جریان به سمت مشرق هست. خب چه نیروی وارد میشه؟ 4 انگشت در جهت جریان، کف دست میدان 60 میشه جهت نیرو. نیرو میشه سمت بالا. چه مقدار نیرو وارد میشه؟ خب F مساوی با BIL سینوس 90. چرا؟ چون میدان و جریان بر هم عمودن. پس من اینو میذارم کنار، رابطه رو مینویسم. BIL سینوس تتا، تتا هم که 90 درجه است. عددها رو جاگذاری کنید، جوابی که بهتون میده میشه 2/10 رو به بالا. جهت هم مشخص شد. حالا فکر کن اگر نیروی رو به بالا که 2/10 هست به طور اتفاقی با وزن این سیم برابر بود، چه اتفاقی میافتاد؟ سیم معلق میمون، دیگه پایین نمیومد. پس ببینید، هر جا به شما گفت معلق، بدونید یه نیرو از طرف میدان رو به بالا بهش وارد شده که وزنشو خنثی کرده، که ما در این حالت میتونیم بگیم به حالت معلق در اومده. ببینید، سیمی به جرم 10 گرم و طول 25 سانتی متر به شکل افقی در میدان مغناطیسی زمین به حالت معلق قرار دارد. جهت و اندازه جریان را حساب کنید. میدان مغناطیسی در محل 0.4 تسلا است. خب ببینید بچه‌ها، میدان مغناطیسی زمین قرارداد کرده بودیم از جنوب به سمت شماله. وقتی جهت میدان مغناطیسی از جنوب به سمت شماله، به سمت شمال یعنی در اون سو، پس میدان باز شد در اون سو. جرمش هم 10 گرم، طولش هم 25. بیام شکل رو بکشیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. یه سیم داریم، در واقع یه وزنی داره، میدان مغناطیسی در اون سو هست، این وزنش اینو به سمت پایین میکشه. حالا قرار معلق بمونه. چی شد؟ معلق یعنی یه نیرو رو به بالا بهش وارد میشه که امجی رو خنثی کنه. این نیرو رو کی وارد کرده؟ میدان مغناطیسی. چه جوری وارد کرده؟ به خاطر جریان. جریان کدوم وریه؟ 60 جهت نیرو، کف دست میدان، 4 انگشت میشه جهت جریان. پس جریان میشه به سمت راست که میشه مشرق. حالا شرط تعادل F با MG باید با هم برابر باشن. پس من میتونم خیلی راحت بنویسم F با MG برابره. F چیه؟ BIL سینوس تتا مساوی MG. تک تک اینها عددها رو قرار میدیم. میدان مغناطیسی 0.4، جریان مجهول، طول سیم 25 سانتی متر، سینوس 90 1، چون آیوبی بر هم عمودن. جرمش 10 گرم، ضرب در 10^-3، جی هم 10. اگر اینها رو ساده کنیم حاصل آی برابر میشه با 1 آمپر، جهتش هم به سمت مشرق میشه. پس خیلی کار سختی نیست. یادتون باشه تو مسئله ها هر جا کلمه معلق دیدین یعنی یه نیرو بالا وارد میشه که وزنشو داره چیکار میکنه؟ خنثی میکنه. اینم یه سوال ساده دیگه. سوال بعدی، در شکل زیر سیم افقی آبه در میدان مغناطیسی یک نواخت بین دو قطب معلق است و قبل از بستن کلید کا ترازو عدد 10 نیوتن را نشان میدهد. وقتی کلید کا بسته شود از سیم جریان 20 آمپر میگذرد و ترازو عدد 8 نیوتن را نشان میدهد. اگر طول سیم آبه برابر با 10 سانتی متر باشد، اندازه میدان مغناطیسی بر حسب تسلا و جهت جریان در سیم کدام است؟ یادش بخیر، یه زمانی این تمرین کتاب درسی اون بوده، امروزه نیست. ولی دلیل نمیشه که سوال تر نکنن. اصل ماجرا چیه؟ ماجرا از این قراره که ما در واقع یک ترازوی دیجیتال داریم که میتونه وزن، جرم، اینا رو اندازه‌گیری کنه. بر روی اون اومدیم یه دونه آهنربای نعلی شیک قرار دادیم. خب بچه‌ها، من آهنربا از رو ترازو وایستم، رو باسکول وایستم، چیه منو نشون میده؟ خب وزن منو داره نشون میده دیگه، نه هیچ چیز دیگه هم وجود نداره.
حالا من تو ذهن خودم تصور میکنم که اینجا یه میلی بار فیکس عبور کرده. خوب دقت کن، من اومدم یه سیم رو در بین این دو قطب آهنربا قرار دادم. شما فرض کن دستای من قطبای آهنربا، این وسطم یه میلی بار فیکس رد شده. من اگه این میلی بار فیکس رو بگیرم بکشم به سمت پایین، هر عملی یه عکس العمل ایجاد میکنه، اون منو از زمین بلند میکنه میاد بالا. ترازو عدد کمتر نشون میده. اگه دستمو بذارم زیر میله بار فیکس، هولش بدم به سمت بالا، هر عملی عکس العملی داره، اون منو فشرده میکنه به ترازو، ترازو عدد بیشتری رو نشون میده. آشابدین چی میخوای بگی؟ میخوام بگم بچه‌ها، عددی که اول نشون میداد 10 نیوتن بود، وقتی کلیدو وصل کردیم جریان برقرار شد 8 تا رو نشون داد، ترازو عدد کمتری رو نشون داد. چه اتفاقی افتاده؟ من میله رو گرفتم، دارم خودم میکشم بالا. وقتی خودم به سمت بالا دارم میکشم، از ترازو بلند میشم، ترازو عدد کمتری نشون میده. خب من از ترازو به سمت بالا اومدم، میله رو دارم میکشم پایین، یعنی نیرویی که به میله وارد میشه رو به پایینه. بیایم قرارداد کنیم، بیایم نکتش کنیم. خیلی مهمه، دو حالت بیشتر نداره، یا ترازو عدد بیشتری نشون میده یا ترازو عدد کمتری نشون میده. اگه ترازو عدد کمتری نشون داد، نیروی وارد بر میله، نیروی وارد بر سیم رو به پایینه، نیروی وارد بر ترازو رو به بالا، عمل و عکس العمل. اگر ترازو عدد بیشتری نشون داد، نیروی وارد بر سیم رو به بالا بوده که عکس العملش رو به پایین، ترازو رو فشرده تر کرد و عدد بیشتری رو نشون داده. پس بچه ها، من وقتی جریان رو میکشم میدونم که نیرو رو به پایینه. چرا؟ چون ترازو عدد کمتری نشون داده. آقای شابدین اگه نیرو پایین باشه که ترازو عدد بیشتری نشون میده؟ نه نه، اشتباه نکن، نیروی وارد بر سیم رو به پایینه، عکس العملش به ترازو وارد میشه رو به بالا، ترازو رو بلند میکنه، این صفحه میاد بالا، ترازو عدد کمتری نشون میده. خب جریانم که به این سمته، میدانم که به اون سمت. پس بچه ها الان کف دست میدان 60 در جهت نیرو، 4 انگشت جهت جریان نشون میده. شما میتونید بگید جریان از آ تا بیه. پس یه بار دیگه با هم تکرار کنیم، دو حالت بیشتر نداره، یا ترازو عدد کمتری نشون میده یا ترازو عدد بیشتر نشون میده. اگر ترازو عدد کمتری رو نشون داد، نیروی وارد بر سیم رو به پایینه. اگر ترازو عدد بیشتری رو نشون داد، نیروی وارد بر سیم رو به بالاست. پس الان نیرو رو به پایین شد، میدان از N به S، 4 انگشت جهت جریان، کف دست جهت میدان، 60 جهت نیرو. ببین اگه 60 رو بزنم در جهت نیرو، کف دستم میدان باشه، 4 انگشتم کدوری نشون میده؟ از A به B. پس من جهتشو مشخص کردم، حالا میخوام برم ببینم مقدارش چقدر هست. ببینید بچه ها، F مساوی است با BIL آی ال سینوس تتا. نیرویی که الان به سیم وارد میشه، ترازو چند رو نشون میداد؟ 10. الان چند رو نشون میده؟ 8. چند نیوتن کم شده؟ 2 نیوتن. یعنی به سیم 2 نیوتن نیرو وارد شده. پس شما میتونی خیلی راحت بنویسید 10 منهای 8 میشه 2. اگه این دو رو بذاری تو رابطه بالا، بقیه پارامترها هم جاگذاری کنی، میدان مغناطیسی به راحتی به دست میاد. جواب آخر یک تست را از آ به B، نیروی وارد بر سیم جهتش رو به پایین بوده. میدان مغناطیسیمون هم یک تست را بود. البته این تست کنکور سراسری هم بوده. یه زمانی سوال امتحان نهایی بوده. اون زمانی که امتحان نهایی اومده بود، مستقیما تو کتاب درسی به عنوان تمرین پایان فصل اومده بود.